شما اینو باید در نظر داشته باشین که در حال حاضر اسرائیل همینطور که قبلا گفتیم یک خواهان صلح هستش، دو اینه که تنش زدایی بکنه و از طرف دیگه جنگ فرسایشی رو با جمهوری اسلامی چه در عراق باشه، چه در سوریه باشه، چه در لبنان باشه و غزه ادامه بده به خاطر منافع امنیت ملی خودش. سه اینی که این حرف شما را من قبول دارم که در اصل we are the people، ما مردمانی هستن که پیوند دو ملت رو باید قوی تر بکنیم و مستحکم بزار کنیم و به خاطر همین در ادامه پژوهش های میدانی پروفسورت مهندشکده پارس یهود ایرانیان رو ایجاد کردیم و کانون هماهنگی رهبران یهود رو که بتونیم تاثیرگذار باشیم. یعنی همینطور که شما گفتین دست رفاقت و دست دوستی به یکدیگر میدیم و دوست دشمن خودمون رو از این طریق میشناسیم، کی با ما بود، اوباما با ما بود یا با ما نبود، اسرائیل با ما بود یا با نبود، در اصل تاریخ هستش که میاد و پرسشی به تاریخ هست که فردا میگن کی دشمن ما بود و کی دوست ما بود. و این پیوند ملی رو، پیوند دو ملت رو شما هستید و من که باید در کنار یکدیگر بتونیم مستحکم ترش بکنیم. یک، از چه طریق؟ نکنید در دوران 73 ساله اسرائیل ما شاهد آن بودیم که پرزیدنت اسرائیل موشه کتاب از یزدی تبار بود، شاول مفاز اصفهانی و همینطور ایتان بن الیاهو همدانی، یا اینکه جناب دان خلوت شیرازی که البته اینها با هم دیگه ازدواج کردن، با اسرائیل ازدواج کردن، ولی ما فراموش نمی کنیم که از چه تباری هستیم و از کجا آمدیم، همینطور که در اندازه پدران میگن از کجا آمده و به کجا میره، در مقابل چه کسی به داوری خواهی ایستاد. و همینطور فراموش نکنیم چیف رابینت آف اسرائیل، یعنی حاخام بزرگ اسرائیل که همدانی و شیرازی و بود. یعنی که ما الان یک خلأ، من دارم یعنی در راستای آنچه که صحبت کردین میگم که ما در عرض 30 سال اخیر با یک خلأ رهبری روبرو هستیم که یعنی 300 هزار تا یهودی ایرانی که در اسرائیل هستن اون تاثیرگذاری که باید داشته باشن از طریق رسانه های گروهی که یا روزنامه نگاران و تحلیلگران رو بله بله تحلیل یعنی اون تاثیرگذاری که باید داشته باشن رو در حال حاضر ندارن. میلیون ها دلار به اسرائیل ممکن سرازیر بشه و این پول ها برای پرورش رهبران جوان اسرائیلی که بتونن پارلمنتاریست باشن، حالا چه ممکنه هم در آمریکا چه ریپابلیکن چه دموکرات باشن که بیان کنگرسمن بشن یا سناتور باشن یا در اسرائیل بتونن صاحب مقامی بشن، رو اون رو خلأ رهبری رو دارین. چرا؟ برای اینکه در اسرائیل بعد از 73 سال یا 100 سال که از اجداد ما میگذره که به اسرائیل آمدند، اسرائیلی شدند و اون زبان خودشون رو وقتی از دست داده باشن فرهنگ خودشون رو با وجودی از دست ندادن. ولی تکیه کلام من و شما بر این هستش که ما دو ملت هستیم، دو مردم هستیم که از من و شما شروع میشه که بتونیم دشمن زدایی بکنیم و در کنار مردمان ایران ایرانی پر افتخارتر باشیم. و این کار فقط از چه طریق میسر میشه؟ دست به دست یکدیگر دادن، ولی مردم ایران هستند که باید این تصمیم را بگیرن، نه به جمهوری اسلامی در انتخابات. 42 سال گرفت.